ویلیام پن. او بین سالهای 1644 تا 1718 میزیست. ویلیام پن از معروفترین پیروان جورج فاکس است که ایالت پنسیلوانیا در آمریکای شمالی به نام او نامگذاری شده است. پدر او دریاسالار بریتانیا بود که برای پسرش ویلیام بهترین شرایط تحصیل را فراهم کرده بود. ویلیام پن در دوران دانشجویی در انگلستان طرفدار پیوریتن ها بود و یک پروتستان پیوریتن به حساب می آمد. اما زمانی که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت، به پروتستان های فرانسوی معروف به هوگنات ها پیوست و سرانجام وقتی در سال 1667 به کشور خود بازگشت، به یک دوست تبدیل شده و به گروه کویکرها پیوست. پدرش که گروه کویکرها را فرقه واپسگرا و متحجر می دانست، او را از خانه بیرون کرد. اما پن در ایمان خود به عنوان یک دوست و طرفدار جامعه دوستان، The Society of Friends، پابرجا ماند تا جایی که مدت 7 ماه را به همین جرم در زندان برج لندن گذراند. گفته می شود او از زندان پیامی برای پادشاه انگلستان چارلز دوم فرستاده و در آن اظهار نموده بود که زندانی کردن وی در برج لندن راه مناسبی برای تبدیل مرام مذهبی او نیست، زیرا صرف نظر از اینکه چه کسی در عقیدهش پابرجا میماند یا خیر، اما کسی که برای تحمیل عقیدهش متوسل به زور میشود نشان میدهد در عقیدهش محق نیست. وی سرانجام با پادرمیانی پدر و سایر دوستان و صاحب منصب از زندان آزاد شد و پس از تشکیل خانواده چند سالی نیز به سفرهای بشارتی برای تقویت گروه کویکرها ادامه داد و به تبلیغ برای آزادی مذهب پرداخت. استدلال و بحث‌های او درباره آزادی مذهب با واکنش‌های مناسبی روبرو نشد. حتی گروه‌های پروتستان نیز او را متهم کردند که یک جزوئیت است. جزوئیت، همانطور که قبلاً به آن اشاره شده است، به اعضای جامعه مسیح یا The Society of Jesus که یک گروه مذهبی سیاسی نظامی تحت کنترل کلیسای کاتولیک روم بود خطاب می شد که به طور مخفیانه به ترور شخصیت‌های پروتستان می پرداخت و در کودتاها بر علیه دولت‌های پروتستان نقش مهمی ایفا می کرد تا از آن طریق قدرت را مجدداً به کلیسای کاتولیک روم بازگرداند. مخالفان پن در انگلستان از آنجا که او آزادی مذاهب را تبلیغ می‌کرد، او را محکوم می‌کردند که به عنوان یک مأمور مخفی جزوئیت سعی دارد کاتولیک را مجدداً در انگلستان احیا کند. در این شرایط بود که ویلیام پن تصمیم گرفت دست به آزمایشی بزند. آزمایشی که وی آن را آزمایش مقدس یا تجربه مقدس نامید. او از دوستان خود درباره آمریکای شمالی شنیده بود و از آنجا که پادشاهی انگلستان مبلغ 16,000 لیر انگلیس بابت حقوق و خدمات به پدر او بدهی داشت، پن توانست به جای این طلب از پادشاه چارلز دوم مقدار وسیعی زمین در آمریکای شمالی دریافت کند که امروزه به عنوان ایالت پنسیلوانیا شناخته می شود. او تصمیم گرفته بود تا در آن سرزمین یک مهاجرنشین تشکیل دهد که تمام مذاهب در آن آزاد باشند.
البته تا آن زمان گروه های دیگری از اروپا و به خصوص از بریتانیا به قاره جدید رفته و مهاجرنشین هایی تشکیل داده بودند، از جمله پیوریتن ها، تعمیدیون و سایرین. اما به غیر از مهاجرنشین رود آیلند، بقیه توسط مذهبیونی بنا شده بودند که به جز پیروان فرقه خود کسی را نمی پذیرفتند و پیروان سایر فرقه ها را آزار می دادند. پیوریتن ها در ماساچوست مهاجرنشین خود را تشکیل داده و سایر شاخهای مسیحی را میان خود راه نمی دادند و اعضای گروه کویکرها را محاکمه نموده و آزار می دادند و حتی آنها را نقص عضو و در مواردی اعدام می کردند. اما پن در تجربه مقدس خود قصد داشت مهاجرنشینی بنا کند که همه در آن برای انجام مراسم مذهبی خود آزاد باشند. البته چنین تصمیمی در آن زمان که دشمنی بین شاخه ها رایج بود نمی توانست یک ایده قابل قبولی برای همه باشد. پن حتی علاوه بر اینکه زمین را در مقابل طلب پدر خود از پادشاه انگلستان دریافت کرده بود، اما مجدداً زمین را از سرخپوستان محلی نیز خرید تا از این طریق از جنگ مهاجرنشینان با آنان به خاطر تسخیر زمین‌هایشان جلوگیری کند تا همه بتوانند با صلح و آرامش در کنار هم زندگی کنند. او پایتخت مهاجرنشین خود را با اقتباس از کتاب مسیحیان فیلادلفیا یا شهر عشق برادرانه نامید. هرچند که اجرایی شدن ایده پن در آن زمان برای بسیاری در بریتانیا غیر ممکن به نظر می رسید، اما به زودی عده‌ای از مردم بریتانیا و سایر نقاط اروپا تصمیم گرفتن که در تجربه مقدس او سهیم باشند و به آنجا مهاجرت کردند. بسیاری از آنها از پیروان شاخه پروتستان کویکرها بودند، اما در مدتی کوتاه پیروان سایر شاخه‌های پروتستان نیز بدون درگیری به آنها پیوسته و در صلح با یکدیگر زندگی کردند. پن اولین حکومت مهاجرنشین را تشکیل داد و تا زمانی که او زنده بود روابط بسیار خوبی با سرخپوستان منطقه پنسیلوانیا برقرار بود و رویای او برای یک رابطه صلح‌آمیز در مهاجرنشین او به واقعیت پیوست. اما بعدها در سال 1756 وقتی پن از دنیا رفته بود، حکومت دیگری در پنسیلوانیا به روی کار آمد که به سرخپوستان اعلام جنگ داد و لذا اعضای دولت که وابسته به کویکرها بودند از دولت خارج شدند، زیرا جنگ را باور نداشتند. سرانجام آرزوی محقق شده ویلیام پن در تجربه مقدس جای خود را در قانون اساسی آمریکا پیدا کرده و این کشور به عنوان مهد آزادی مذاهب شناخته شد. زیرا ضمن اینکه نیمی از تصویب کنندگان قانون اساسی آمریکا فارغ التحصیلان رشته‌های الهیاتی بودند، اما قانون اساسی که آنها برای آمریکا نوشتند سکولار بود.